همتنان عزیز خانواده گرامی درود بر شما جناب فیاض بهرمان نجیمی کارشناس امور منطقه و جهانی یک نکات مهمی را مطرح کرده در مورد روابط طالبان با روسیه در مقاله ایشان یک نکته بسیار ظریف و مهمی مطرح شده بود از جمله ای که امیرخان متقی دوست روسیه است با دلیلشون گفته و همچنان جنگ اوکراین که چیگونه به صلاح یک رقم روسیه درجا زده پیشتوی نمیتونه و اگر گرنگ شده ای تأثیر چیست که جنگ اولیگارشا در کاخ کرملین است یعنی عامل داخلی داره و از یک سوان بین روسیا و امریکا تماسای جریان داره که جنگ اوکراین منجمد بسازد این چیزای نکات جدیدی بود که ما ایره خدمت شما توضیحات فشرده شه ارائه می کنم. سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین در دست اولیگارش است اولیگارش اول بر شما اختصارا بیان کنم که اولیگارش یعنی گروه سالاری رو میگه یعنی اولیگارشی حکومت یک گروه کوچک که

اوکراین در دست اولیگارش هاست یعنی مو سرمایدار های بزرگ که در چه در امریکا هستند، چه در روسیه با هم یکی هستن به نان جنگ اونا نمیمانن خراب شد این ملت در ارتش روسیه یک علت است که از زمان فروپاشی تا شوروی اولیگارش اولیگارش‌های نو غربی در روسیه بسار حوی هستن و جنگ در دستشان است خلاص دنیا داده دستشان است یعنی ما دیدیم که زمیر کابلوف به کابل سفر کرد با امیر خان متقی دید امیرخان خوب امیر خان متقی میگن که یک چهره بلند پای طالب نیست و تاثیرگذار گذار هم نیست سر سیاست های طالب ولی نزدیک به روسیه است این نکته ایش بسیار مهم است چرا نزدیک به روسیه است به خاطر از اینکه همه متقی ها یعنی اعضای خانوادهش انحصار واردات نفت و گاز و افغانستان این ها در دست گرفتن خب فروشی نفت و... نف... تمام مسائل نفت و گاز خواست آسوی میانه میه از عوضی روسیه کلیش دست خاندان امیرخان با تقیز همه خانم رو دیده وقتی گفت که دوست از کلمه دوستان روسی نام گرفت یه دیگه طالب ها یک پار نمیزنن ایخو خم باب آشنایی و باب باز کرده اما نیکولای پتروشوف رئیس شورای امنیت ملی روسیه طالب ها رو گروه تروریستی میزن میدانه ساخت امریکاست خب شما چی میگین آله؟ سفیری شید و رئیس شورای امنیت ملی اینی جاست که اما یه با یه و سلاح کش با کش در داخل کرملین کابلوف میگه که روسیه م... نمیخواه که طالبان منظوی شوه حتی مخالفین طالبان را و واسه به امریکا میدانه و پیشبینی میکنه که امریکا وارا شاید کمک بکنه علت چی هست؟ علت ایست که در روسیه یک دسته از کونه سیاسی در مسائل افغانستان در وزارت خارجه هستند که فهم نشان از کتاب های امو دوری شوروی است و اون است سفارت روسیه در خود روسیه و در در سال مربوط به افغانستان با پشتون تواران بازمانده از دوری شوروی زیاد ارتباط هستند این ای بخش اولیگارش من بخش متمایل و غربش طالبان بخشی از اونمو پروژه است اونمو سلسله تماس که با طالبا گرفتم تاریخچه رابط زمیر کابلو با طالبا از زمان گروگانگیری پیلوتای روسیه روسی اگه یادتان باشد قندار دو دور اول طالبا اون از شروع میشه باز که روس ها جور آمدن یک از میدان وای قندار گریخت و گفتن هلا گریخت دال که ایلا بودنش بودن پول گرفته بودن تامل تامل از اموخ شروع شده بود. یعنی گپای کابلوف مخالف دیدگاه پادرشوف است. که نشانه از چندستگی در درون مقامات روسیه است. در بخش خارجی. پادرشوف از جنای سختگیر است. که با بدل شکست هایی که از نظر نظامی آمده بسیار اینا قدرتشان به شکل عصبیت آمیزی در حال افزایش است در روسیه یفگینی پریگوژین رئیس شرکت واگنر گروپ اما بلگواتر روسیه بسلا و رمضان قدیروف دینی گرو هستند و گردن چچن جنرال سرگی سروویکین که اخیرا پس شد از فرمانده جبه جنگ اونا هم مثلا امین نقطه امید ناسیونالیست بود کابلوف چرا به کابل سفر کرد؟ یعنی از کابل به اطرافیان مثلا پوتین چی پیام داد؟ از آغاز جنگ روسیه رقم پیشتر گفتیم و اوگراین حدود هشت اولیگارش بخش انرژی با گونه مرموز مردن اینا یعنی جنگ جنگ انرژی جنگ بانک هاست جنگ اولیگارش هاست سر از در کرملن بسیار قوی است یعنی ما شما چقدر از مسائل جنگ گزارش میدیم یعنی فکر میکنیم که روسیا روسیه و ای یعنی هم اوکراین قرد میکنه و شکل این هم جنگ است هم گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای غربی میره اما پایپلاین نفتش تا حال هم شیردانش به سلا بسته نشده روسیه گازش که میره از طریق اوکراین به اوکراین پول ترانزیت میپردازه اینه جنگ میبینیم که جنگ چیری دیگه هم داره بخش بزرگ تجارت مواد نفتی و انرژی اوکراین به گونه مخفی در دست اینیم اولیگارش های روس هست این اولیگارش ها خراب شده هرچیست اینال جوابش معلوم میشه چرا ارتش پیش روی نمیتونه ارتش روسیه پیش روی نمیتونه خب در عقب بشینی قوی روسیه از اطراف کیف و چرنیگوف یعنی میلیاردر یا سر اولیگارش روس به نام رومن آبرامویچ نقش مستقیم داشته اگر نی خواهیم در موانی که رفته بودن پشت کیف رسیده بودن چطور قبل نشینی که پس رفتن چرا اولیگارش های کرملین عامل بازدارنده عملیات جنگی و ب... علیه سیستم انرژی اوکراین هستند وانا جنرال سوروویکین زیر اوکراین از زد اگر فکر شما باشد این طول دو هفته زیر ساخت انرژی را زد برق قطع شده دیدین پس شد ایوازش والری گراسی آمد او را پس کردند. ناسونالیست روسی را پس کردند. در روزی که قوای واگنر گروپ شهرک مهم سلدار فتح کدن پوتین یک همی فرمانده جنگ تغییر داد همی سروکین تبدیل کرد اینجاست ما تفسیر ماهیت یا چیری اصلی جنگ از این مسائل ما میتونیم ببینیم فضا مخشوش خب تغییر در اولی جنگ چی مانا چی مانا مثلا شما مردم عزیز چی فکر میکنی این تغییرات یک تغییر مهمی که یعنی یک پیام مصالحه جویانه به امریکا میتن این تو زیگنال میتن دیگه پیام چی بود؟ از طرف امریکا بود رئیس سیاهی پوتو پنهان آمد در کیف کتف زلینسکی و این نفر ها گب زد پس کرف گفت که والا یک وز 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 اوکراین دشوار خواهد شد دیگه یعنی یعنی یک رقم تردید نشان داد که چقدر شما از لبتی تا چی وقت کدام گپایی بود رئیس جمهور فرانسه به پوتین یک پیام میده که با شما دیر است که گب نزدیم یعنی یخ یخهای به اسطلاح کم کم آو شده می رکفت یعنی تو تغییراتی و, و جنگ اولیگارش و جنگ انرژی است در جهان مکرون گفت که روسیه کشور کلان است و نباید از مسائل امنیتی اروپا کنار گذاشته شود دیگه چی؟ دیگه یک چراغ سبزی که به گرمایش جنگ کم که در روان هستن صدر ازم آلمان گفت که بر امریکای ها گفت ما خو همین تانک های لیوپارت ساخت امریکا ساخت آلمان و اوکراین میتیم درست خیلی شما اول تانک های نوی آبراهام ها. روان بکنین او که برسه باز تانک های لیوپارت هم برمیرسه یعنی محشود میسازه یعنی که تو چی ما رو تانک داده برو تو خودت نمیکنی چرا یه پزد به خاطر از که امریکا او تانک های ابراهام انوز روان نکرده و قرار نیست که روان بکنه اینها نشانه های از آغاز یک سردسازی جنگ است در اوکراین این تغییر سیاسی که در کرملین آمد اولیگارش که اولیگارش های انرژی بخش انرژی که طرفدار غرب بودند، در اینا دوباره فعال شدن قومن... دیدیم که قماندان که زیر ساخت میزد زیر انرژی رو هم پس کردند و اینا دوباره فعال شدن دوباره که فعال شدن اولین کارشان روان کردن کابلوف با کابل بود اند بخش متمال به غرب بعد از او اعلان آمادگی روسیه برای اشتراک در ساخت و ساز پروژه تاپی که سری افغانستان مگذره اینمی اعلان کردن روسیه به معنای یعنی مشارکت در یک پروژه اقتصادی با امریکا است پروژه مشترک است این دیگه نشانه خب چین خوزش اما شمال آمود دریا را گرفته اما حوزه نفتی شد و او بازی اقتصادی و جنگ اقتصادی خود با شکل خوب پیش میبرد اولیگارش های روسه آله برای پایان جنگ لحظه شماری میکنن میبینید که جنگ ها جنگ های امروزی با جنگ های کلسی خیلی فرق دارد اونا منتظر هستن که یک بار جنگ افت بکنه اولیگارش ها اولیگارش های سرمایداری تا به صلاح بازگشت غرب و امریکا را به با بازارهای روسیه جشن بگیرند این می وزارت خارجه روسیه که کابلوف می آید که پای مثلا کشیده می بیشتر در خط منافع اولیگارش های روس است تا منافع مردم روسیه به می خاطر است که دکترین سیاست خارجی روسیه هیچ مشخص نیست رنگ برنگ میشه یعنی رنگ برنگ شدن شما تشریح کردیم که از اینو خاطر است که در داخل یکسان نیست در وزارت خارجه روسیه روحی زد چینی است اکثر دیپلمات ها اما در سی سال اخیر پس از فروپاشی شوروی اینا کلش غربگرا شدن که غرب که شده علای چینی هستند و به خاطر است وزارت خارجی روسیه نه استخبارات و نه وزارت دفاع کدام برنامه مشخص همکاری با چینی نداشتند حالا گازپروم کابلوفا با عجله و کابل روان کده تا یک دستاوارده و ای هم رفت از پروژه تاپی گپ زد و از آغاز فروش گاز ارزان به پاکستان سخن گفته شده پاکستان خو بیخی دم دم در گلونش رسانده بودن اید نمی دادنش از وقت جنگ اوکراین شروع شده بود آلین فروش گاز ارزان ارزان وقتی که میگه تخفیف سی درصدی است که پوتین ایران کرده بودن آل برای زیان یعنی کم کم اوزا دگر کم شده میره خب چرا یادم گفت که امریکا مخالفین طالبار هم ممکن است کمک کنه؟ این ساده است به دلیل ازی امریکا عقل همه جانبه داره چند بودی تک بودی نیست در یک کشوری که در کشمکش است بالای نیروهای مختلف سرمایه گذاری میکنه تا به نوبه و مقتضای وضعیت یک را فعال کنه دیگه فعال کنه دیگه به کار پرده که جبه مقامت هم از این امر مستثنا نیست بنان پراغندگی و رقابتی که در پشت درهای بسی قدرت روسیه وجود داره با این وضعیت که حال تشریح ممکن است در آینده از نظر سیاسی و حتی از نظر جان آدم ها قربانی های زیادی بگیره عرایزی که به این برنامه بود به می اندازه بود که ما استنساخ کرده بودم به از مقاله نجیمی سه. تا برنامه بعد